بینندگان عزیز درود بر شما ضمن اعلام همدردی با شما عزیزان و محکوم کردن آسیب ها و ضرب و جرح و شتمی که به شما عزیزان وارد میشه ما به عنوان پزشک در خدمت شما خواهیم بود که کوچکترین حمایت و یا فعالیت هایی که از راه دور میتوانیم در دسترس شما قرار بدیم طی برنامه های آتی در خدمت شما داشته باشیم این برنامه ها شامل دو قسمت خواهد بود قسمت اول میپردازه به اینکه چگونه آسیب های جسمی آسیب های روانی و آزارهای جنسی که به شما وارد شده بر اساس پروتکل استانبول که پروتکلی است توسط سازمان ملل متحد و کمیسیون مربوط به حقوق بشر و با همکاری متخصصان پزشکان برای حقوق بشر تهیه شده به شما ارائه بشه و نحوه ثبت این آثارها را و این ضرب و جرها را چگونه شما انجام بدید من هم خدمت شما مردم شریف و عزیز میهن سلام عرض می کنم بسیار ناراحت هستیم از ناراحتی شما و می خواهیم بگیم که پزشکان بسیار زیادی هستند در سراسر دنیا که به فکر شما هستند به یاد شما هستند در هفته های گذشته شبان روز در تلاش بودند که بتونن حداقل خدمات روحی، روانی و جسمی را به شما ارائه بدن میدونیم بعضی از شما که نیاز دارید به خدمات جسمی و خدمات درمانی به مراکز درمانی که مراجعه می کنید ممکن هست با خطر دستگیری مواجه بشید به خاطر همین ما تلاشی کردیم در خدمت سایر دوستان که بتونیم در کنار ثبت اون جراحات جسمی و روحی برنامه های کوتاه آموزش پزشکی از راه دور را برای شما ارائه بدیم که متوجه بشین چه اتفاقاتی ممکن است در سر صحنه ایجاد بشه و کدوم ها نیاز به مراجعه به مراکز درمانی نداره و خودتون میتونید برای خودتون یا دوستانتون عزیزانتون اون خدمات رو ارائه بدین که میزان آسیب جسمی یا روحی روانی رو کاهش بدید. همانطوری که گفته شد ما با همکاری تعداد زیادی از متخصصین و فوق تخصصین بر جسته بین المللی در سراسر دنیا در خدمت شما خواهیم بود که حمایت کنیم از شما و شعار شما که میپردازه به حمایت از زن حق زندگی و آزادی و ما به نوبه خود به عنوان پزشک می خواهیم اگر به شما خشونتی وارد شده به شما کمک کنیم که این خشونت ها رو ثبت کنیم ثبت این خشونت باعث میشه که یک شما بتوانید در آینده اعاده حیثیت و اعاده قرامت کنید در دادگاه های یا داخلی یا بین المللی ما میدانیم شاید سیستم قوه و قضایی قطعا بسته است شاید این امکان شما ندارید برای طرح دعوا در اونجا ولی بدانید اگر پروتکل های بین را برای ثبت آسیب ها و آزاری که به شما وارد شده رایت کنید می در محاکم بین پرونده دادگاهی باز کنید برای آن شخص یا دستگاهی که حاکم بوده بر ایجاد ضرب و جرح و شتمی که به شما وارد شده پس اهمیت ثبت این آزار و ضرب و جرها اینه که یک شما پرونده ای بتوانید باز کنید و دو اینکه به عنوان یک مدرک پزشکی داشته باشید برای آینده در مراقبت های پزشکی که برای شما خواهد شد این پروتکل با نظارت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در شهر استانبول ترکیه در مرحله اولش تهیه شده و تدوین شده و با همکاری پزشکان متخصصی که همکاری داشتند با for Human رایت right, یا پزشکان برای حقوق بشر به این خاطر نام این پروتکل پروتکل استانبوله در این پروتکل که ثبت وقایع و ضرب و جرح و شتماست سه موضوع اصلی خواهد بود یک آسیب هایی که به جسم رسیده دو آسیب هایی که به روان آمده و سه آسیب هایی که تعارضات جنسی بوده که شاید در هنگام انتقال یا در زمان بازداشت به فرد وارد شده برای تمام جنسیت ها خواهد بود و برای تمام سنین با معذورات خاصی که ما در این برنامه آموزشی به شما خواهیم گفت بهتر اینه که این پروتکل ها توسط پزشکان یا پرستارانی که تجربه ارائه خدمات بهداشتی درمانی را دارن انجام بشه ثبت بشه ولی اگر پزشک یا پرستاری در دسترس نبود افراد غیر متخصص هم میتوانند با توجه به برنامه آموزشی که ما در خدمتتان خواهیم داشت توجه بش کنند این فرم ها را تکمیل کنند فرم ها در چند قسمت خواهد بود قسمت اول میپردازه به اینکه چگونه ما آغاز کنیم ارتباط گفتاری را با فرد آسیب دیده بسیار مهمه به خاطر اون خشونتی که وارد شده به فرد ما توجه کنیم به یک مسائلی که پیرامون اون محیطی هست که ما میخواییم با فرد مصاحبه کنیم حتما باید در یک جای خصوصی باشه حتما باید با آرامش کامل صورت گرفته بشه حتما باید کسی که میخواد این آثار ضرب و جر آثار آسیب ها رو ثبت کنه چه پزشک باشه چه همشیره چه پرستار باشه و چه فرد غیر متخصص حتما باید بیشتر گوش بده به مشکلاتی که برای فرد پیش آمده به این خاطر خیلی مهمه که حریم خصوصی فرد حفظ بشه مسائل فرهنگی حتما باید رایت بشه درش ما میدانیم الان این آسیب ها و این خشونت هایی که داره انجام میشه در سراسر نقاط ایرانه باید حتما در مناطق مختلف ایران توجه بشه به مسائل فرهنگی که موجود هست و همچنین مسائل جنسیتی که موجوده بهتر اینه که توصیه میشه که اگر فرد آسیب دیده خانم هست کسی که میخواد این مستندات ثبت کنه هم جنس او باشه اگر آقا هست هم جنس او و اگر از سایر جنسیت ها بهترینه که همسان باشند پس این یک نکته مهم اول بحث مسائل فرهنگی دو مسائل جنسی سومین مطلب اینه که باید واجه ها یا سوال هایی که به کار برده میشه بسیار ساده باشه اگر همکاران متخصص من قبول زحمت می کنند که این فرم ها رو تکمیل کنند سعی کنند از واژه ها و یا اصطلاحات پزشکی استفاده نکنند از واژه های بسیار ساده استفاده کنند که برای فرد آسیب دیده قابل درک و فهم باشه من می اینجا به فرم نکته ای که باید توجه داشته باشن عزیزان اینه که شکنجر ما به چی میگیم و آسیب رو به چه میگیم هر گونه آزار و آسیبی که باشه من خیلی دقت میخوام بدم به بینندگان عزیز ما میبینیم در تلویزیون ها بیشتر پرداخته میشه به اینکه شاید این گلوله جنگی نبوده این گلوله ساچمه ای بوده یا اصلا گلوله نبوده عزیزان باید توجه داشته باشند از یک دشنام دادن میتواند آزار محسوب بشه تا اینکه به کتک‌هایی که با دست زده میشه به صورت فرد به بدن فرد یا اینکه از باتوم یا جسم سخت استفاده میشه یا گلوله هایی که ساچمه یا گلوله های جنگی پس در نظر داشته باشید وقتی که ما میگیم ثبت آزار و شکنجه ها به تمام این طیف قابل قبول خواهد بود از یک دشنام تا با اصابت جسم سخت یا با گلوله های جنگی از هر گونه استفاده از هر گونه گازهای اشکاور یا گازهای دیگهی که آزار دهنده است یا مواد شیمیایی که استفاده میشه و یا مکانی که فرد نگهداری میشه حتی مکانی هم که فرد نگهداری میشه اگر هیچ گونه صدمه جسمی به فرد وارد نشده باشه نگه داشتن در یک مکان خاص هم شامل حال این موضوع میشه که در استایت هایی که شما در دسترستان خواهد قرار خواهد گرفت خواهید دید که به چه جزئیاتی پرداخته میشه همانطوری که ارز کردم پروتکل استانبول تحت نظارت سازمان ملل تهیه شده و ما بر اساس آخرین ویرایشی که اختصاصا برای ایران تهیه شده و به روز شده در سال 2022 با همکاری و نظارت پروفسور وینسنت انجام شده ره به خدمت شما خواهیم گفت نکاتی که عزیزان باید خیلی بهش توجه داشته باشن اینه که فردی که آسیب دیده باید در آرامش کامل باشه که این اطلاعات به جایی درز نخواهد کرد که برای اون آسیب مضاعف ایجاد کنه و فرد مستند کننده چه همکاران عزیز پزشک و چه پرستاران محترم و یا هر فرد دیگری که این آثار آسیب ثبت میکنه باید از این مطمئن باشه که حفظ حریم خصوصی و حفظ اسناد به صورت کاملا مدون و به صورت کاملا حساس انجام خواهد شد که این اسناد به جایی درز نکنه اگر عزیزانی که آسیب دیدند تمایل دارند نامشان را بگن و مشخصات خودشان خیلی خوب خواهد بود برای پیگیری های آینده اگر این امکان براشان نیست می توانند از یک کد خاص استفاده کنند و در فرم قید کنن این کد خاصه و این کد خاصه برای خودشان نگه داشته باشن برای بعدن برای پیگیری های بعدی همینطور برای فرد ماینه کننده یعنی چه پزشک چه پرستار اگر تمایل داره که اسم و مشخصات و خودش در فرم قید کنه خیلی بهتر میشه ولی اگر نه آنها هم می توانند از یک کد اختصاصی استفاده کنند که این کد اختصاصی برای پیگیری های بعدی قابل استناد باشه نکات دیگه اینه که هر جای مصاحبه باید ما توجه داشته باشیم به مسائل اخلاق در پزشکی و رعایت حریم خصوصی فرد هر جای مصاحبه یا هر جای ماینه اگر فرد آسیب دیده تمایل نداشت به ادامه این بحث یا این مستندسازی ما متوقف کنیم و اجازه بدیم که فرد در آرامش خودش باشه. برای ما اهمیت آرامش فرد و کاهش آسیب ها در مرحله اول و در مرحله بعد مستندسازی. از آنجایی که ما در اخبار داریم که بیشتر الان کودکان مورد آزار و آسیب قرار گرفتن خیلی مهمه که وقتی که ما میخوایم مستندسازی برای کودکان بکنیم یا برای دختران جوان و زنان توجه خاص به سن و جنسیت داشته باشیم خصوصا برای کودکان بسیار مهمه که والدین آنها و افرادی که به اونها کمک میکنن هم حضور داشته باشن که یک دفعه خدای نکرده کودک دچار مسائل روانی بیشتری نشه از همکاران عزیزم و همچنین از عزیزان غیر متخصص که تمایل دارن این اسناد رو مستند کنن خواهش میکنم که سعی کنند در ای که با فرد آسیب دیده دارند هف... در کنار حفظ حریم خصوصی فرد احساس اطمینان و همدلی پیش بیارند که این باعث نشه که فرد آسیب دیده فکر کنه که مورد بازجویی قرار میگیره چون سوالات بیشتر سوالات خیلی اختصاصی خواهد بود این فضا برای فرد آسیب دیده ایجاد نشه که فردی که داره مستند میکنه خدای نکرده داره فضولی میکنه یا داره بازجویی میکنه پس خیلی مهمه که اعتماد جلب بشه و همدلی جلب بشه که بتوان رابطه بهتری داشته باشیم برای ثبت این آسیب ها همانطوری که ملاحظه میفرمایید قسمت اول فرم شامل مشخصات فرد هست حالا یک خیلی مهمه که ما زمان مصاحبه قید بشه چه روزی چه ساعتی مکان مصاحبه قید بشه و فرد مصاحبه کننده و فرد آسیب دیده مشخص بشه بعد رضایت فرد خیلی مهمه که فردی که آسیب دیده راضی باشه به این ثبت بسیار مهمه حتما باید رضایت فرد گرفته بشه و اگر راضی نبودن اصلا این کار نباید انجام بشه و نکته دیگه اینه که آیا فردی که آسیب دیده تمایل داره که مشخصاتش در آینده مشخص بشه برای مراجع بین المللی حقوقی قانونی یا خیر میتواند فرد به صورت ناشناس باشه میتواند اگر تمایل داره شناسایی بشه و نکته مهم اینه که ما باید بدانیم که کمبودها و مشکلاتی که احتمال داره پیش بیاد برای فرد توضیح بدیم که چه مشکلاتی احتمال داره پیش بیاد و چه فوایدی ثبت این فرم داره همانطوری که عرض کردم فوایدی که داره اینه که فرد میتونه در آینده در مجامع و دادگاه های بین المللی اعاده کنه بر مورد ضرب و جرح قرار گرفته مورد آسیب قرار گرفته و بتونه در دادگاه های بین المللی دادرسی بشه بشه سوال مهم اولیه‌ای که انجام میشه اینه که تاریخچه و سوابق پزشکی فرد باید ثبت بشه. قبل از آسیبی که وارد شده، قبل از شکنجه یا ای که به فرد وارد شده، چه تاریخچه پزشکی بوده؟ چه بیماری‌هایی بوده؟ خیلی باید توجه کنند افراد که آسیب دیدند. فردی که وظیفش حفظ امنیت پلیس نیروی انتظامیه. باید حتما دقت داشته باشه که افرادی که در مقابل او قرار بگیرند میگیرند احتمال داره بیماری قلبی داشته باشه احتمال داره ناراحتی های دیگری داشته باشه نمیتواند و حق ندارد و اجازه ندارد بیگدار او را مورد ضرب و جر یا شکنجه قرار بده پس این باعث نمیشه که نیروی انتظامی یا حکومت بگه فرد در سابقش یک بیماری بوده و به خاطر اون بیماری بعد از این سانحه یا آسیب فوت کرده در صورتی که باید با آن افرادی که حفظ جان مردم با اونهاست به اونها بفهمانه که افرادی که در مقابل شما قرار میگیرند احتمال داره سعاق پزشکی داشته باشند پس شما باید بهتر به با اونها خدمات بدهید بهتر در خدمت اونها باشید پس خیلی مهمه کسانی که آسیب دیدن حتما تاریخچه های پزشکی شانس قید بشه و بعد سابقه سلامت روان هم سلامت جسم هم سلامت روان قطعا قید بشه و بعد میریم سراغ این که سؤال کلیدی که شروع میشه توضیح دقیق و تفصیلی نه مختصر توضیح دقیق که چه وضعی پیش آمد کجا انجام شد چگونه انجام شد آن افراد کی بودند آیا قابل شناسایی بود فرد اگر نبود آیا لباسش قابل شناسایی بود در کدام موقعیت بود توضیح داده بشه به صورت مفصل که چه اتفاقی افتاد و بعد اینکه آیا میدانید که مثلا ماشینی با آرم مشخصی یا اونیفرمی با لباس مشخصی بود حتما قید کنید برای اینکه اون گروهی که این کار کردن مشخص بشن و اگر لباس شخصی ها بودن حتما قید بشه همونطوری که در اول عرض کردم خیلی مهمه که قید بشه که آیا با ضرب و شد با دست بوده با پا بوده با جسم سخت بوده چه نوع جسم سختی بوده اگر به کار برده شده گاز شیمیایی بوده شکر برقی بوده یا اینکه گلوله ساچمه ای بوده یا گلوله جنگی بوده هر نوع وسیله بوده حتما قید بشه و تاکید میکنم اگر از وسیله هم استفاده نشده و فقط ناسزا گفتن بوده یا پرخاشگری بوده حتما اونها هم قید بشه چون آنها هم قابل پیگیری هست اگر آزار جنسی بوده حتما به صورت تفصیلی لطفا ذکر بشه چه برای مردان چه برای زنان و چه برای دگر باشان جنسی برای همه باید قید بشه اگر هر نوع آزار جنسی صورت گرفته شده چه در مکانی که اون اعتراضات صورت میگیره چه در زمان حمل و نقل اون افراد به بازداشتگاه و در زمان بازداشتگاه به صورت تفکیکی کاملا باید قید بشه عزیزان خیلی مهمه که دقت داشته باشند که اگر به آنها دستبندی زده میشه پابندی زده میشه قید کنن نوع دستبند قید کنن آیا دستبند پلاستیکی بوده خیلی فشرده بوده آیا دستبند فلزی بوده نوع دیگری از دستبند بوده یا نوع دیگری از پابند بوده و حتما حمل و نقلم قید کنن در آن ماشینی که بودن چه پیش آمده چند نفر آدم بودن چقدر فشرده بودن و در بازداشتگاه هم حتما به صورت دقیق قید بشه ماینات فیزیکی شروع مرحله ماین ما است و ماینات فیزیکی میپردازه به اینکه دو قسمت خواهد بود علائم و ناتوانی های حاد علائم و ناتوانی های مزمن ما میدانیم که بعد از آسیب ها بعد از این ضرب و جرهایی که انجام میشه یک سری علامت ها خیلی سریع پیش میان یک سری علامتها ها دیرتر به وجود خواهند آمد پس اینها باید تفکیک بشه چه علامت های اول پیش آمد آیا این علامتها ها از بین رفت و بعد اگر علامت در اول نبود و دیرتر پیش آمد اونها حتما ذکر بشه که به تشخیص قطعی کمک کنه نکته ای که باید توجه کنیم اینه که آثار صدماتی که به پوست وارد میشه به گناه های مختلفی خواهد بود بعضی وقتا این زخم ایجاد میکنه یا شکاف ایجاد میشه که این در بلافاصله بعد از این آسیب نمایان میشه بعضی وقتا به خاطر ضربه وارد شدن با جسم سخت آثار دیرتر وارد میشه مشخص میشه شاید چند ساعت مشخص نباشه و شاید یکی دو روز مشخص نباشه پس خیلی مهمه که اگر فردی رمای نمی کنید در مرحله اول یعنی در همون چند ساعت اول یا همان روز اول بعد هم ماینه بشه به صورت دوره ای در روزهای آینده به سبب اینکه بسیاری از آثار پوستی احتمال داره در آینده به وجود بیاد همکاران ارجمند من میدانم که این موضوع رو به به صورت جامع میدانند و من اصخایی میکنم که اینا رو تکرار میکنم اینجا بیشتر مخاطب افراد غیر متخصص شاید باشند در این برنامه که اونها آشنا بشن به نحوه ثبت این موضوع ولی خیلی خوب میشه که اگر همکاران پزشک همکاران پرستار بتوانند در مستندسازی کمک بکنند به افراد آسیب دیده همانطوری که عرض کردم شما میتونید بعضی زایات در ساعت‌های اولیه یا بلا فاصله بعد از ضایعه ببینید مخصوصا آثار بریدگی وقتی که بریدگی با یک جسم سخت ایجاد میشه بلا فاصله قابل مشاهده هست ولی بعضی را رو شاید دیرتر بدانید همینطور از بین رفتن این آثار هم به همین صورت خواهد بود بعضی آثار زرف ها میتوند بعد از چند روز یا چند ساعت برطرف بشه بعضی هاش سالها بمانه در این عکس شما میبینید که آثاری که به خاطر استفاده طولانی مدت از تناب شده برای بستن دست و پا سالها میتونه جاش باقی بمانه پس خیلی مهمه که ما معاینات به صورت مداوم انجام بشه که این مستندسازی ها بتونه کامل صورت بگیره این اسلایدها ها و این نوشته های آموزشی در سایت در دسترس شما قرار خواهد گرفت ما در همین زیرنویس مکانی که این اسلایدها ها هستند و نوشته های آموزشی و فرم ها را به شما ارائه خواهیم کرد که شما بتانید از اونجا برداشت کنید برای توضیحات بیشتر از اونجایی که وقت ما بر این ویدیو کمه من عبور می کنم ولی در دسترس شما قرار خواهد گرفت بسیار مهمه که اگر برشی ایجاد شده یا کوفتگی ایجاد شده یا ضربه ایجاد شده برای افراد غیر متخصص هر چه مشاهده میکنند را یادداشت کنند اگر لبه زخم رو به بیرون به صورت محدب حتما بنویسند اگر تیکه ای از پوست کنده شده حتما یادداشت کنند بیشتر زخمایی که ما با باتوم یا جسم سخت مثل چوب وارد میشه نمایی که به جا میذاره مثل ریل قطاره هر نوع نمایی رو که میبینن حتما یادداشت کنند خیلی مهمه که جایی که این ضربه وارد شده رنگش رو بنویسن که به چه رنگیه و چقدر با محیط اطرافی که ضربه وارد نشده تفاوت رنگ داره بسیار این نکات مهمه و باید دقیق قید بشه خصوصا برای افرادی که میخوان مستند کنند و متخصص نیستند شرح دقیق هر چه مشاهده میکنند به ما کمک میکنه که میزان جراحت را مشخص کنیم دو نکته بسیار مهم اینه که ما در گزارش ها میبینیم که با شکرهای برقی و یا گازهای شیمیایی از جمله گازهای اشکاور یا گازهای مشابهی افراد مورد صدمه قرار گرفتن خیلی مهمه این دقیقا قید بشه اگر آثار سوختگی هست آثار سوختگی میتونه آثار از طریق الکتریکسیته باشه یا شکایی که وارد میشه میتونه از طریق گازهای شیمیایی باشه میتونه از طریق تماسها با محلولها و مواد شیمیایی باشه هر نوع سوختگی که انجام شده قطعا ثبت باید بشه و دقیق پرداخته بشه چه اثراتی گذاشته اونجا و در نکته آخری که میخوام خدمت ارز کنم اینه که ما میدانیم که جسم سخت وقتی که اصابت میکنه به بدن میتونه در کنار کوفتگی یا سایش یا بریدگی پوست و ازولاد به استخوانها هم آسیب برسانه بسیار مهمه که وقتی که فرد مورد معاینه قرار میگیره همکاران پزشک، همکاران پرستار قید کنن که آثار ضربه ای که وارد شده آیا فقط در سطح پوست بوده یا به عذلات رسیده یا عروغم درگیر کرده و یا خدای نکرده مشکل برای استخوانها پیش آمده و قید بشه کدام استخوانها دچار مشکل شده اند به صورت دقیق این نکات باید حتما ثبت بشه شما به آینه نگاه می من خدمت شما هم میهنان عزیز تسلیت عرض می کنم. بسیار جای ناراحتی هست اتفاقاتی که به صورت روزانه در ایران میافته امیدوارم که به زودی زودی مشکلات کاملا برطرف بشه همونطوری که دکتر آرش گفتند هدف ما این هست که بتونیم این مشکلات جسمی روحی روانی که در روزهای مختلف در طی هفته های گذشته و ممکن هست در هفته های آتی ایجاد بشه مستندسازی کنیم و افرادی که باعث این هستند در واقع پاسخگو بشن در مراجع بین المللی قضایی و حقوقی در ادامه صحبت های برادرم قسمتی هست که ما چگونه شناسایی کنیم محل های آسیب جسمانی رو همینطوری که میبینید در اون فرمی که به شما ارائه داده میشه قسمت های مختلف با جزیات مشخص هست و باید دقیقا مشخص بشه در کدوم قسمت از بدن اون مشکلات ایجاد شده اون زایات ایجاد شده قسمت فوقانی قسمت تحتانی یا حتی اگر در انگشتان هست کدوم قسمت انگشتان و این باید مطابقت کنه با عکس یعنی سعی کنید حتما از اون موزه عکس بگیرید و در اینجا هم علامت گذاری کنید نکته مهم دیگه آسیب به سیستم عصبی مرکزی هست که در واقع به دنبال ضربه با جسم سخت در قسمت مغز هست یا در گردن هست که باعث میشه که فرد دچار حتی کاهش هوشیاری بشه یا به صورت کوتاه مدت دچار فراموشی بشه که این به علت ضربه هست که به بافت نرم مغز و اساس ضربه ایجاد میشه و گاهی باعث خونریزی میشه که متاسفانه در مورد محسا امینی همین مسئله بود و وقتی که این ضربه ایجاد میشه مخصوصا در رکهایی که در مغز هست بعضی از آنها آسیب پذیری بیشتری دارند باعث انباشت خون میشه که فرد ممکنه کمی دچار کاهش هوشیاری بشه بعد به هوش بیاد و فکر کنه مسئله تمام شده اما نیم ساعت یک ساعت بعد دوباره دوچار کاهش افت بشه به خاطر همین خیلی مهم هست که تمام این مسائل کاهش هوشیاری مدتش مکانش زمانش محل اصابت به نقاط مختلف سیستم عصبی ثبت بشه تست بعدی در واقع ثبت مشکلات روحی روانی هست که تست های استانداردی وجود داره بعضی از اونها توسط یکی از همراهان شما میتونه در واقع به عنوان یک فرد پرسشگر ثبت بشه و بعد از این بعضی از اینها رو هم خود شما میتونید در واقع پاسخ بدید یکی از این در واقع آزمون ها آزمون شناختی مونترال هست که یکی از عزیزان شما میتونه برادر یا خواهر باشه یا همکلاسی باشه این رو میتونه ثبت کنه قسمت سمت راستش در واقع میخواد که یک مر... مکعبش رو شما ترسیم کنید که شما میتونید ترسیم کنید روی کاغذ و بعد عکس بگیرید و اون عکس رو همراه با این فرم ارسال کنید و اینکه نام ببرید چه حیواناتی که اینجا وجود دارن و هدف تست میزان شناخت شماست میزان حافظه شما میزان توجه شما قدرت کلامی قدرت انتظایی و در واقع چقدر شما میتونید یادآوری داشته باشید یادآوری اتفاقاتی که در اخیرا ایجاد شده و در نهایت میزان آگاهی شما نسبت به زمان و مکان در واقع آسیب هایی که به مغز ایجاد میشه ممکنه با خودش عوارضی رو ایجاد بکنه علائمی رو ایجاد بکنه فرد ممکنه دچار سردرد بشه دچار تهوع بشه دچار استفراغ بشه دچار کاهش هوشیاری بشه دچار فراموشی کوتاه مدت بشه که همه اینها باید به صورت دقیق در زمانش و در مکانش ثبت بشه و اینها گویای آسیبی هست که به بافت نرم وقت ایجاد شده و در این فرم دقیقا مشخص میکنه حتی ممکنه در پوست سر چه آسیب های ایجاد شده باشه و ممکن هست فرد دچار تشنج بشه یا اگر تستی بکنیم با یک نور روی چشم در واقع ایجاد کنیم ممکن هست که مردمک جمع نشه یا یک مردمک جمع بشه یک مردمک جمع نشه و این نشون میده که اختلالاتی در مغز ایجاد شده که بعضی از اینها در واقع نیاز هست که به مراکز تخصصی مراجعه بشه برای بررسی‌های های بیشتر مثل سی تی بعضی از آسیب ها ممکن است چند هفته گذشته باشه چون ما هدفمون این هست که در 6 هفته بعد از اتفاق این علائم ثبت بشه ولی بعضی از این علائم ممکن هست در هفته و حتی ماه بعدی ایجاد بشه به عنوان مثال در این فرد هست همونطور که میبینید در گوشه عکس سمت راست با دست آویزان شده و برای مدت زیاد این آویزانی باعث شده که این علائم در کتف فرد ایجاد بشه به خاطر همین وقتی شما میگین که من آویزان شدم و هیچ مستنداتی ندارید در بدن شما ممکن هست علائمی ایجاد بشه و این علائم دقیقا بتونه گواه اون اتفاقی هست که برای شما در بازداشتگاه رخ داد مسئله بعدی تعرضات جنسی هست که میتونه از یک تماس جزئی باشه یا انواع اقسامش حتما باید شما جزئیاتش رو در زمانی که اتفاق افتاده در مکانی که اتفاق افتاده فردی که ایجاد کرده اونها رو کاملا با جزئیات ثبت کنید و مکان‌های اما قسمت های از بدن که ممکن هست دچار تغییر اه 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 رنگ شده باشه یا ممکنه حتی کبودی شده باشه یا حتی ممکنه فرد دچار عفونت بعدش شده باشه کاملا باید ثبت بشه متاسفانه میدونیم که یکی از اتفاقات ناگواری که ایجاد شده خیلی از بچه های زیر سال حتی ما این بچه های مدارس دبیرستان دچار ضرب و شدن و اینها در واقع خیلی مسئله آسیب های جسمی و روحی براشون اهمیت داره و اینها حتما توسط والدینشون یا افراد بزرگسال تحت بررسی بشن تحت ثبت بشن چون ممکن است خودشون اونقدر سنشون کامل نباشه که بتونن تمام این فرم ها رو ثبت کنن به خاطر همین اون همراه بزرگسالش با تمام این نکات رو با رعایت حساسیت هایی که برای اون فرد کم سن و وجود داره رایت کنه این در واقع یک فرمی هست که در اون فرمی که به شما ارائه خواهد شد قسمت بررسی شواهد جسمی هست که در واقع چکلیستی هست که آیا اندازه، الگوش، ارتفاعش، رنگش، محلش، شکلش، قوامش و مرز اطرافش و در کنارش علائم ظاهری فرد، علائم حیاتیش، وضعیت پوستش، وضعیت صورتش و تمام نقاط مختلفه فرد ارزیابی میشه و شما باید در قسمت های مختلف این ماینه فیزیکی رو ثبت کنید مسئله مستندسازی هست برای مستندسازی همونطوری که برادرم گفتم خدمت شما مکان اون محل موضع هم از نزدیک هم از فاصله متوسط و هم از فاصله دور حتما باید عکس گرفته بشه بعضی از عکس ها زمان و مکان رو به صورت اتوماتیک خودشون ثبت میکنن اگر نباشه سعی کنین از یک روزنامه ای که در اون روز در واقع تهیه شده به عنوان مستندی که این در چه تاریخی ایجاد شده حتما ثبت کنید زایهاتی که در بدن هست سعی کنید همه زایه ها رو عکس بگیرید و شماره گذاری کنید که مشخص بشه وقتی که توضیح میدید شماره یک کدوم قسمت از محل رو دارید بیان میکنید و حتما سعی کنید که به طور مشخص نشون بدید که این مال شماست اگر بتونید عکسی از خودتون را هم همراهش داشته باشید و هدف این هست که نشون بده که این عکس متعلق به شما هست و اگر بتونید عکس های قبلی از همون موضع رو در نزدیکترین زمان قبل از اتفاق داشته باشین اون رو هم تهیه کنید که نشون بده که قبلش مسئله به صورت طبیعی و سالم بوده و بعدش این اتفاق افتاده بود. در قسمت بررسی و ثبت عوارض و علائم روحی روانی همونطوری که میدونید فرد ممکنه دچار استراب شده باشه دچار افسردگی شده باشه که علائمش هم ممکنه بیخوابی، بی, بی کاهش انگیزه فعالیت که قبلا انجام میده و این کاهش انگیزه باعث اختلال در عملکرد فرد بشه اینها باید همه ثبت بشه و بعضی دچار حمله استراب میشوند و این حمله استراب در واقع دچار علائم جسمی میشه مثل نفس تنگی تپش قلب همه اینها باید ثبت بشه و هر گونه عوارضی که در بعدش ایجاد میشه بعضی ممکن هست دچار نیاز به مسکن بشن یا استفاده از داروهایی که برای خواب ازشون استفاده میکنن یا کاهش استراب که در قبلا اصلا استفاده نکردن همه اینها باید ثبت بشه در واقع ما یک زنجیره داریم که همه به هم ارتباط داره یعنی یک فرد وقتی که در یک موقعیت استراب قرار میگیره در واقع یک آسیب جسمی به خودش یا به عزیزانش ایجاد میشه یک دچار شک میشه و در کنارش هم اگر فرد ممکن هست سنش زیر 18 سال باشه یا سن بالای 65 سال داشته باشه آسیب پذیری بیشتری داشته باشه یا ممکن است بیماری های زمینه دیگه ای داشته باشه همه اینها دست به دست هم میدن که شدت و میزان آسیب روحی روانی که به فرد ایجاد میکنه رو گسترده تر میکنه به خاطر همین هست که ما باید هر نکته روحی رو دست کم نگیریم و در ثبت و دقت در توصیف اون از در واقع خودداری نکنیم در این قسمت دقیقا سوال پرسیده میشه با جزئیات که هدف این هست که با جواب دادن به هر کدام از این سوالات علائم روحی روانی و احتمال وجود افسردگی یا در واقع ترومای بعد از آسیب رو ثبت کنیم و اینها در واقع با بله یا خیر گفتن یا با میزان کیچی کمی متوسط یا زیاد میخوان که شدت آسیب رو ارزیابی کنند این یکی از فرم های استاندارد هست که در واقع هدفش این هست که با حداقل سوالات بتونه کاملا ارزیابی بکنه وضعیت میزان افسردگی و شدت اون رو که در واقع سوالاتی که پرسیده میشه در طول دو هفته گذشته هر چند وقت یک بار کدام یک از مشکلات زیر برای شما ایجاد شده اصلا نشده چند روز شده بیش از نیمی از روزها یا تقریبا هر روز و هدف این هست که با این سوالات با جزئیات نمره به شما تعلق گرفته بشه و بر اساس اون نمره اگر فرد در واقع بیش از نمره 10 داشته باشه افسردگی متوسط بیش از 15 تا 19 متوسط به شدید و بالای 20 افسردگی شدید و این فرم که هدفش بررسی در واقع بعد از برخورد با تروما دچار استرس که فرد میشه یا پی با و ب... ب... دوچار کابوس میشه وقتی که اون واقع دوباره تکرار میشه برای فرد ما میدونیم که بعضی از اتفاقاتی که برای فرد ایجاد میشه در روزهای بعدی دوباره میاد تو خیابون میبینه دوباره اون اتفاقات برای افراد دیگه ایجاد میشه همون خاطرات دوباره براش تکرار میشه اگر این مدتش بیش از یک ماه باشه و بعدا به طور مدام تأثیر در مسئله روحی روانی یا خوابش یا فعالیت های روزانش بشه این به عنوان PTSD در نظر گرفته میشه و در واقع نمره گذاری می میشه در کنار ارزیابی های بالینی هم برای مسائل جسمی هم مسائل روحی قطعا گاهی به پزشک مراجعه میکنید و آزمایش های تخصصی برای قسمت هایی که آسیب دیده انجام میشه و خیلی مهم هست که تمام این تست های تشخیصی با دقت با جزئیات همه ثبت بشه اگه فرد دچار شکستگی مشکوکی شده و عکسی گرفته میشه یا دچار عوارض مغزی میشه امارای یا سیتی اسکنی انجام میشه همه اینها باید مستند بشه و در واقع در جای مشخصی محفوظ بشه در این فرم تمام تست های تشخیصی که در آزمایشگاه انجام میشه ثبت میشه که آیا تست تشخیصی صورت گرفته اگر گرفته تاریخش کی بوده و نتایجش چه بوده مسئله مهم این هست که بعد از تمام این یافته ها ثبت شد اون موقع هست که نشون میده که اون علائمی که فرد اعلام میکنه و اون شواهدی که وجود داره هم شواهدی که ثبت شده و هم اون عکس ها یا اون آزمایش هایی که به صورت تکمیلی انجام شده باعث میشه که یک فرد مستقل یک پزشک مستقل که دوره دیده بتونه اینها رو جمع... وقت بعد از اینکه ارائه شده ارزیابی کنه و بگه بله این شواهد نشون میده که این فرد دچار یک آسیب جسمی به علت در واقع شکنجه یا به علت آسیب های خواسته ای که توسط اون فرد خاطی انجام شده صورت گرفته و اگر این ارتباط دقیق باشه میگه کاملا دقیقه اگر کاملا مشخص باشه به با عنوان متداول و اگر کاملا تشخیصی باشه به با عنوان غیر قابل در واقع رد نشون داده میشه به عنوان مثال یک فردی با چکمه بزنه به بدن اون فرد دیگه و اون فرد دیگه کاملا جای چکمه مشخص باشه این کاملا یک مسئله غیر قابل انکار در اینجا در واقع در نهایت در انتهای فرم اینجا ارزیابی میشه که بعد از اینکه اون بررسی ها صورت میگه هم بررسی های جسمی و هم بررسی های در واقع روحی روانی که اون ادعایی که مطرح شده آیا با علائم هماهنگی دارد یا ندارد و میزان هماهنگیش و در نهایت نشون میده و گواهی هست و سندی هست بر اون اتفاق ناخواسته که به شما برای شما صورت گرفته اینجا چند تا مثال در واقع از موارد مشابه که در کشورهای دیگه صورت گرفته و مستند سازی شده رو با هم به صورت کوتاه مرور میکنیم که شما ببینید چطور این موارد ارائه شده و بررسی شده اینجا فردی چرا یک ساله هست که مدعی شده با یک جسم در واقع تیز به روی بازوش دو بار در واقع آسیبی ایجاد شده و مراجعه میکنه وقتی که بررسی میشه در اینجا نگاه که میشه این سه تا سوال وجود داره آیا این گفته ها با این شواهد ناسازگار هست سازگار هست یا بسیار سازگار هست و اینجا بررسی وقتی نگاه میکنیم این خط هایی که وجود داره این خط ها به صورت موازی هست و نشون داده میشه که فرد نمیتونه خودش این کار رو بکنه بر اساس عمقی که وجوده چون فردی که خودش میکنه از عمیق شروع میشه به کم عمق ولی وقتی که دیگری باشه از کم عمق به عمیق به خاطر همین کاملا نشون میده که این یک علائم سازگار با ادعایی هست که بیان شده مورد دوم یک مرد 24 ساله هست که ادعا میکنه چهار روز پیش توسط یک فرد نظامی با چکمه به پهلوی راستش لگت زده شده و اینجا سوال این هست که واقعا چقدر سازگاری بین آسیب و یافته های بالینی با اون ادعا هست دوباره سازگار نیست سازگار هست یا بسیار اینجا شما اگر نگاه کنید دقیقا جای چکمه در پهلوی فرد وجود داره و اینجا دقیقا نشون میده که مسئله بسیار سازگار یا به صورت متداول هست و اون کوفتگی که وجود داره و اون میزان آسیبی که ایجاد شده و اون رنگدانه هایی رو که تغییر داده کاملا با جزیات چکمه همخونی داره مورد سوم مرد سی۳ ساله ای هست که ادعا میکنه هفت روز قبل از اینکه مراجعه کنه دو چهار چندین بار سوختگی شده و اینجا ما دوباره بررسی میکنیم که ببینیم میزان سوختگیش آیا سازگار نیست سازگار بسیار سازگار متداول یا تشخیصی هست و اینجا نشون میده که کاملا تشخیصی هست زایاتی که وجود داره زایات متعددی هست نیم تا یک سانتیمتر با مرزهای پرخون نامشخص و تاولهایی هایی که اونجا وجود داره که نشان دهنده سوختگی درجه دوم هست و این کاملا مسئله تشخیصی هست که این به علت سوختگی های متعدد هست و خیلی خوب هست که وقتی که اینجا رو ثبت میکنین سعی کنید که از یک سانتی متر در کنارش بیاید که بتونین بگین که این زا... زایی که ایجاد شده در واقع میزانش چقدر هست که بر... وقتی که شما عکس میگین خیلی سخت هست که اون اندازهش تخمین زده بشه کیس چهارم هست یک مرد 32 س... ساله که متع... ادعا کرده با باتوم پلیس بهش زده یک ضرب و می صورت گرفته و اینجا مراجعه کرده و ما میخوایم ببینیم که آیا این به علت باتوم بوده یا نه کیس پنجم جوان 14 ساله هست که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز که این در ایران این اتفاق به صورت روزانه متاسفانه پیش میاد بر اثر اصابت گلوله گاز اه 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 گاز اشکاور به زمین افتاده و اونجا اون گلوله هست و این شما نگاه کنید در روی بدنش دقیقا جای اون گلوله که به بدنش خورده هست حالا میخوایم ببینیم که اینجا این مسئله چقدر سازگار هست با واقعیت در واقع هدف ما این هست که این اطلاع رسانی رو به شما بدیم که چطور این اتفاقات ناگواری که برای شما یا عزیزان شما صورت گرفته رو مستند سازی کنید اگر در واقع دانشجو هستید برای دانشجوی دیگه این اتفاق افتاده اگر دانش آموزی هستید برای همکلاسیتون اتفاق افتاده اگر یک سنف گروهی هستید معلم هستید برای معلم دیگه اتفاق افتاده یا برای برادر یا خواهرتون یا برای بچه زیر 18 سالتون چطوری این مسائل رو مستند سازی کنید و نشون بدید که این آسیب هایی که صورت گرفته مرتبط هست که به اون مسئله که اتفاق افتاده و هدف ما این هست که بعد از ثبت اینها ویدئوهای کوتاه آموزشی برای شما تهیه کنیم و هر کدوم بر اساس موضوعهای مختلفی که در این شرایط ناگوار پیش میاد به شما یک در واقع راهکار ساده ای رو نشون بده که چه اتفاقاتی نیاز به مراجعه به پزشک و بیمارستان هست چه اتفاقاتی رو خودتون میتونید منیجش کنید یا مدیریتش کنید و در نهایت چه اقدامات رو انجام بدید که شدت آسیب رو کاهش بدید همونطوری که کامیار گفت هدف ما اینه که شما اینا رو ثبت کنید این آسیب ها رو و بعد ارسال کنید برای آدرسی که ما در آینده در اختیار شما قرار خواهیم داد با زیرنویسی که صورت خواهد گرفت و این مستندات بتواند آن افراد یا سازمان یا رژیمی که این ضرب و جرح و شطر به شما وارد میکنه پاسخگو کنه و شما رو کمک کنه برای اعاده دادرسی عادلانه در محکمه های بین برای درخواست قرامت هایی که باید به شما داده بشه سپاسگزاریم از توجه شما حتما شما لطف کنید در سایتی که در دسترستان قرار خواهد گرفت فرم تکمیلی و آموزشی که توسط پاورپوینت به شما ارائه کردیم رو مطالعه کنید و اگر می توانید اون فرم ها را کامل کرده و پیش خودتان نگه دارید و برای ما ارسال کنید که ما بتوانیم صدای شما باشیم در مجامع بین المللی فرم هایی که ارائه شد در وبسایت آماده هست که شما میتونید با کیو کدی که وجود داره با گوشی های هوشمند خودتون عکس بگیرید و بلافاصله دسترسی پیدا کنید به صورت یک پی دی افی هست که قابل پر کردن هست و شما راحت میتونید با گوشی های خودتون پرش کنید و اون رو سیو کنید و بعدا هم میتونید ایمیلش کنید بعد از اینکه تمام مستندات ها تهیه شد و فرم ها در پی دی اف کامل شد به شما راه ارسالشون رو اطلاع رسانی میکنید و شما میتونید در سر اینها رو به ما ارسال کنید امیدواریم ایرانی آزاد آباد برای همه ایرانی ها داشته باشیم با آرزوی روزهای بهتر بدرود و من هم از شما خداحافظی می کنم با خواسته ای که خواسته همه ماست و آن زن زندگی و آزادی است بدرود